ارزاده به احترام به شما ویرون عزیز ارجمندم، امروز چهارشنبه پنجم می، آقای رضا کیهان عزیز برنامه رو هدایت می‌کنه، عزیز سگانه سپاسگزارم. گفتگو و بحثی داشتیم درباره این موضوع نب جمهوری اسلامی که واقعا تبدیل شده به گفتمان بسیار بسیار مؤثر. هرچقدر در جمهوری اسلامی شکاف و نقار رو به افزایش درگیری ها ابعاد حیرت انگیز پیدا کردن، در بیرون از ایران برعکس، یعنی اپوزیسیون سعی میکنه خودش رو جمع و جور بکنه و نوع هماهنگی در بین باری از طیف های اپوزیسیون دیده میشه و همین که اغلب شخصیت های سرشناس سیاسی امروز زیر یک چتر قرار گرفتن خودش یه معنای تاریخی فوق‌العاده داره. با کی هستیم؟ با آقای مهندس امیرحسین اعتمادی عزیز در شرق آمریکا. عزیزش که سلام بلند بالا داشته باشم، میخوام در این باره گفته بود چون موضوع بسیار بسیار مهمیست، یعنی در واقع اون چی در ایران داره میذاره، ما شاهد حرکت مخالفش در بیرون از ایران هستیم، اتفاق خیلی مهمیست درست برخلاف گذشته که در ایران یک وحدت نظری در دژ حکومت جمهوری اسلامی وجود داشت، رزقی هم ظاهر رو اینا به این ترتیب حفظ میکردن، در بیرون از ایران برعکس شاهد تشدد بودیم، پراکندگی و با. آقای امین حسین اعتمادی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. سپاسگزارم جناب آقای، درود بر شما بینندگان، خوشحالم که این بار در برنامه نگاه تلویزیون ایران فردا در خدمت شما هست. ممنونم. در مورد این مقدمه که من گفتم اعتراضی یا سخنی نداری؟ میتونم اضافه بکنم که بله، این وحدت بر سر نب جمهوری اسلامی اتفاقا در داخل ایران هم هست، تا در بین مردم دیگه، نه در بین حکومتی ها، و اساسا این کمپین نب جمهوری اسلامی که داره میره به سمت جنبش شدن، در این مرحله گفتمان سازی اولیه به حدی داره بزرگ میشه که میشه دید که یک جنبشی را خواهد افتاد، اگر که باقی اون ملزوماتش رو هم بتونیم هم در جامعه ایران هم بین مردم ببیشه در اپوزیسیون بتونیم اون رو پیش ببریم، این میتونه تبدیل به یک جنبش بزرگ بشه. و تا اینجا یک کمپین بزرگ شده، شما به درستی میگی در این مرحله واقعا این گفتمان جا افتاده در ایران، و نکته مهمش اینه که شروعش از ایران بود، یعنی برخلاف شاید کمپین های دیگه‌ای که معمولا یک گروه اپوزیسیون شروع میکرد و از بقیه دعوت میکرد بهش به پیوندن، که در واقع این تعبیر میشد که به ما بپیوندید، و هم خودش باعث مشکل بود چون یک فضایی در این شکل دو سال به وجود اومده که هیچ کس نباید زیر شطر اون یکی بره، حالا به درست غلط. این بار این کمپین نب جمهوری اسلامی استارتش و شروعش از داخل ایران بود، یعنی بچه های مبارزی که تو خود ایران این رو شروع کردن، تو جمعای خودشون این رو به هم منتقل کردن، بعد تصاویرش، عکساش، ویدوهاش اومد که شعار نویسی میکردن، این در واقع تراکت ها و فلایر هاش رو پخش میکردن، برچسب نویسی میکردن. اینها وقتی که اومد بیرون همزمان شد در واقع با اون مرحله‌ای که نیروها و گروه های مختلف اپوزیسیون داشتن با هم صحبت میکردن، یعنی به ویژه بعد از بیانیه پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی، واقعا فضای خیلی خوبی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج و حتی در داخل ایران شکل گرفته بود. از طیف های مختلف همه به این نتیجه رسیده بودن که حالا دیگه وقت اینه که با هم دیگه کار بکنیم، و جلسات زیادی داشت برگزار میشد، خیلی فکرها نزدیک شده بود، تا وقتی که ما این کمپین نب جمهوری اسلامی رو همه دیدیم به این نتیجه رسیدیم که این میتونه بهترین در واقع حلقه وصل باشه برای همه ما، چه داخل چه خارج، بین مردم و اپوزیسیون، جامعه هنرمندان، جامعه ورزشکاران، نظامیان سابق، نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، متخصصا، استادای دانشگاه. اگر نگاه کنید همه طیفی توش هستن، توی این حامیان کمپین نه، کسانی که اون بیانیه رو امضا کردن، چه در مرحله اول امضاهای فردی، بعد سازمانها و تشکلهایی که امضا کردن. این طیف گسترده به نظر من قول هیچ چیز دیگه شاید نمیتونستن جمع بشن.
درسته این نبه جمهوری اسلامی چیز تازه نیست، خیلی ها شاید مثل شما همون روز بعد از جمهوری اسلامی یا حتی قبلش گفتن نبه جمهوری اسلامی، ولی واقعیت اینه که در تمام این سالها به هر حال چه در بین نیروهای اپوزیسیون و چه در بین مردم ایران این اونقدری فراگیر نشد. فراموش نکنیم که 4 سال قبل در همین انتخابات قلابی و جعلی جمهوری اسلامی ده ها میلیون نفر رفتن شرکت کردن در ایران، حالا به هر بهانه ای، انتخاب بین بد و بدتر بوده، فریب خوردن یا هر چیزی، به هر حال رفتن و جمهوری اسلامی هم از اون استفاده کرده، به غربی ها گفته ببینید مردم ما رو میخوان. همین آقای ظریف این روزا صحبتش در چندین جلسه ویدیوهاش هست که اتفاقا همین امروز هم دست به دست میشه این روزها، که میگفته شما چرا به این مثلا 10 نفر 20 نفری که بیرون این نشست اعتراض میکنن گوش میکنید؟ مردم ایران اون 73-74% هستن که میرن پای صندوق های رای و فارغ از اینکه به کی رای میدن دارن به کل جمهوری اسلامی رای میدن. میخوام بگم این نبه جمهوری اسلامی هیچ وقت به اندازه امروز فراگیر نبوده و اگر که حالا فراگیر شده، چه اون کسی که 42 سال قبل نگفته، چه کسی که امروز تازه فهمیده نمیگه، همه باید ازش استفاده بکنیم تا بتونیم این وحدت نظری که به وجود اومده رو تبدیل بکنیم به اون پله و در واقع سکویی که میشه روش سوار شد و جمهوری اسلامی رو پایین کشید. تشکر از توضیحاتی که دادید. آقای امیر اعتمادی، خیلی سعی کردم درک کنم اونایی که مخالفن به چه دلیلی و سعی کردم که مخالفت های اونا رو استخراج بکنم، چه از طریق مقالاتشون، چه حرفایی که زنند، و در برنامه های خود من اغلبشون، برخیشون دعوت کردم در رادیو بهشون گفتگو کردم. و خب یکی از حرفایی که میزنند، میگن بسیار خوب، نه به جمهوری اسلامی و امضای یک بیانیه یک تومار، بعدش چی؟ بلافاصله جویار اقدام بعدی میشن. حالا میخوام اجازه بدید که همین سوال با خود شما در میان بگذارم، بعدش چی؟ پس ها جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ ببین، یک تشبیه سازی میشه بین فضایی که ما الان درش قرار داریم با فضایی که مثلا 42 سال قبل از بهمن 57 بود. به نظر من این شب تشویش سازی یک ایراد اساسی داره. اولین چیزی که میگن که این همه با هم رو ما یک بار تجربه کردیم و منجر شد به خمینی، و چون اون همه با هم منجر شد به خمینی، این بار دیگه به اصطلاح مالگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، ما دیگه در این قرار نمیگیم در این همه با هم. واقعیت اینه که اتفاقا از منظر عملی نگاه بکنیم، اون همه با هم یک فارغ از اینکه نتیجه چی شد، یکی از مهمترین دلایلی بود که انقلابین و 57 تونستن موفق بشن. یعنی ایدئولوژی‌هاشون رو کنار گذاشتن و گفتن ما موقتا همه رو کنار میذاریم برای اینکه یک دشمن داریم، اونم شاه، حکومت شاهنشاهی، باید این رو کنار بذاریم کنار. بنابراین نمیتونید بگید این همه با هم عامل شکستشون بود، عامل پیروزیشون بود. ما باید حتی از دشمنان خودمون دلایل موفقیتشون رو قرض بگیریم به نظر من. و جمهوری اسلامی هم چون این رو خوب میدونه و به همین شکل اومده سر کار، هنوز هم اون رهبرانش سر کار هستن، اتفاقا در تمام این 42 سال مانع از این شده که این همه با هم نه حول یک فرد، بلکه حول یک ایده، حول یک نظر، حول یک گفتمان شکل بگیره. و این گفتمان چه چیزی بهتر از نبه جمهوری اسلامی؟ نکته دومی که این شباهت سازی و تشبیه سازی در واقع محل ضعفشه و کسی بهش اشاره نمیکنه، اینه که 57 اگر منجر به روی کار اومدن یک حکومت قرون وسطایی و عقب مانده شد، دلیلش همه با هم نبود. دلیلش اون گروه ها و ایدئولوژی هایی بود که پشت اون انقلاب وایسادن، از خود خمینی و اسلامگره ها بگیرید که ایران رو میخواستن برگردونن به 1400 سال قبل مدینه النبی،
تا گروه های چپ از حزب توده، فدائیان، مجاهدین و انواع گروه های کوچکتری که بودن که کعبه آمالشون یا شوروی کمونیستی بود یا چین ماویستی بود یا آلبانی انور خوجه بود یا کوبای فیدل کاسترو. در واقع اونا اگر میگفتن نوه شاه که اینجا عامل موفقیتشون بود، اون آری که میگفتن ایراد داشت. اونها نمیگفتن آری به دموکراسی، آری به حکومت مردم، آری به توسعه، آری به پیشرفت، آری به پیوستن به جامعه جهانی. اونا برعکس میگفتن که آری به سنت، نه به مدرنیته، نه به روابط خوب با دنیا، نه به پوشش اختیاری. اونها دنبال اتفاقا اگر نگاه بکنید مشکل در اون آری هایی بود که اونها میگفتن. وقتی شما کعبه آمالتون کوبای فیدل کاسترو یا آلبانی انور خوجه است یا شورویه، دیگه نمیتونید بگید من طرفدار دموکراسی هم. شما طرفدار حکومت شورایی استبدادی هستید. میدونید این مشکلاتی بود که ازش صحبت نمیکنن و میگن که خب ما اگر نه به یک بار نه به شاه گفتیم، این بار دیگه نه به جمهوری اسلامی نمیگیم، یا این همه با هم ایراد داره. در صورتی که ما امروز با در تقریبا همه طیف های اپوزیسیون غیر از یکی دو گروهی که حالا معمولا هم در این کمپین ها مشارکت نمی کنن و خودشون کنار می ایستن، شما اگر نگاه بکنید منشورهای اینا رو نگاه بکنید، از مشروطه خواهان تا جمهوری خواهان، از چپ ها تا راست ها، 95% شبیه همه. همه میگن ما برای آینده ایران دموکراسی میخوایم، ما برای آینده ایران قوانینی میخوایم که منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، ما برای آینده ایران حکومتی میخوایم که سکولار دموکرات باشه، یعنی درش نهاد دین از نهاد حکومت جدا باشه. دقیقا برعکس 57 که اساسا خواستشون حکومت دینی بود، حداقل بخش بزرگی اونایی که رهبری میکردن. و این تفاوت هاست که ما رو از 57 جدا میکنه. ما در همین بیانیه حمایت از کمپین نه به جمهوری اسلامی چند تا آری بزرگ داریم. داریم میگیم که این نه به جمهوری اسلامی میتونه حلقه وصل و همبستگی همه نیروهایی باشه که به دنبال توسعه ایران، پیشرفت ایران، دموکراسی برای ایران، حقوق بشر برای ایران، آزادی برای ایران، عدالت و در واقع قانونگرایی و حق طلبی برای ایران هستن. این آریا خیلی فرق میکنه با آریای سال 57 و نیروهایی که پشت این وایستادن در عمل دارن نشون میدن که به این باور دارن، برخلاف اون نیروهایی که 57 بودن. بنابراین این پس از جمهوری اسلامی هم به نظر من معلومه. اگر عده‌ای میخوان این آری رو تبدیل بکنن به اینکه یه عده دوباره بیان بگن ما برای آینده ایران فقط جمهوری میخوایم، الا بلا ایران باید جمهوری بشه، و برعکس یه عده بگن آینده ایران آری به پادشاهی و به غیر از این هر چی باشه ما قبول نمیکنیم، این دقیقاً اون محل افتراء، محل تفرقه است که 42 سال ما رو درش نگه داشت. این بار ما همه فکر کنم بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون به این بلوغ و آگاهی رسیدن که اختلاف بر سر شکل نظام رو به فردا واگذار بکنن، به پای صندوق‌های رأی در یک فضای آزادی که همه نظرها بتونه به درستی ارائه بشه، مردم همه نظرها رو بشنون، و امروز بر سر اون خواست مشترکشون که یک، نه به جمهوری اسلامی، دو، دموکراسی برای ایران، حقوق بشر برای ایران، سکولاریسم یعنی جدایی دین از حکومت برای ایران، هر چیز دیگه ای. و البته ما داریم در مورد ایران امروز صحبت میکنیم، یعنی منظور تمامیت ارضی ایران رو فکر میکنم تقریبا همه این گروه ها، همه این نیروها به رسمیت میشناسن و بهش احترام میذارن. اینها محل اشتراک ماست. اختلاف هر چی غیر از این باشه به رسمیت میشناسیم اختلافاتمون رو، ولی واگذار میکنیم به آینده. این اون بلوغیه که بهش رسیدیم امروز. آقای جواد ممنون از توضیحات شما. یه چیزی که من متوجه نشدم، هرچقدر هم سعی کردم که مخالفان رو قانع کنم موفق نشدم. خب حرف من اینه که تجدید عهد چه عیبی داره؟ شما 40 سال پیش به جمهوری اسلامی گفتید نه، ایده زودتر، ایده دیرتر. خب امروز دوباره تجدید عهد میکنید، ببینید چه نیروی در میدان دارید. الان مخالفان جمهوری اسلامی چه تعداد هستن؟ فراموشم نباید کرد که دست کم 30 میلیون کسانی که در اون روزها
یا به جمهوری اسلامی میگفتن نه یا آری، اصلا وجود خارجی ندارن دیگه، حیاتو ترک در رفتن. الان از مجموعه آدم هایی که اون دوره رو به یاد میارن، ما فقط 6 میلیون و 500 هزار نفر زنده هستن. 6 میلیون و 500 هزار، یعنی نسل هایی که بعد پدید آمدن اصلا اون دوره رو به یاد نمیارن، یا در اون اتفاق نگفتن به جمهوری اسلامی یا آری گفتن حضور نداشتن. خب پس تجدید عهد چه میره داره؟ مضاف بر این که دنیا احوال اون زمان رو نداره، ما امروز دنیا جدیدی هستی. اون زمان چین قدرتی نبود که حتی بتونه با ایالات متحده آمریکا برابری بکنه، یا حتی امروز مصرانه در تلاش که جای آمریکا رو بگیره بهش قدرت شماره یک اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته بود. اتحاد جماهیر شوروی وجود نداره. روس‌ها خواب میدیدن پاشون رو به خودشون رو به آبهای گرم خلیج فارس برسونن. امروز در مدیترانه حضور دارن، آبهای گرم خلیج فارس. یعنی اوضاع سیاسی دنیا هم کاملا به هم ریخته. ما اصلا با یه دنیای جدید روبرو هستیم. هیچ عیب نداره در چنین شرایطی هم بشینیم ببینیم که ما چه قدرتی رو تشکیل میدیم، ما چه نیرویی داریم. این حرف من بود. این حرف اما این استدلال ظاهرا کسی رو مجاب نکرد، یا دست کم اونایی که من بهشون صحبت کردم. میخوام ببینم که شما نظرتون چیه. من از شما که کاملا درست میگید. من چیزی که میتونم اضافه بکنم اینه که کار کمپینی کردن، کار جنبشی کردن یک تفاوتی هم داره با اینکه افراد مثلا تو خونه خودشون یا در جایی در مقاله‌ای بنویسن که نظرشون رو بگن. شما وقتی کار کمپینی میکنید میخواید در واقع برایند این تک تک افراد رو ازش استفاده بکنید برای یک هدف بزرگتر، و هر چقدر این کمپین شما وسیع‌تر بشه، بزرگتر بشه، احتمال موفقیتش بیشتره. بنابراین اگر افرادی قبلا میگفتن نه، من فکر میکنم یا در اقلیت بودن یا نمیتونستن صدای خودشون رو اونقدر بزرگ بکنن، و امروز اتفاقا باید استقبال بکنن که اون صدایی که 42 سال قبل خودشون گفتن اینقدر وسیع شده. اونها اتفاقا به نظرم باید خودشون پیشگام باشن. این نباید بگن که خب من این رو 42 سال قبل گفتم و الان دیگه بعد 42 سال دیره یا این حرکت فایده نداره. برعکس باید بگن اون چیزی که من خوشحالم از این که اون چیزی که من 42 سال دارم میگم، از 23 بهمن گفتم یا از حتی از قبلش گفتم، امروز اینقدر وسیع شده که اون جوونی که اساسا بهمن 57 رو ندیده، 18 سالشه 19 سالشه، امروز داره اون حرف رو میزنه. این نشونه موفقیت باید باشه برای افرادی که پیشگام بودن، پیشرو بودن در اون زمان. من فکر کنم کمی باید این منیت ها رو فقط کنار بگذاریم. من تصور میکنم بخشی از مشکل برمیگره به منیت ها، یا برای اینکه چرا اینکه افراد میدونید اگر احساس بکنن که بخشی از این جنبش هستن، اگر احساس بکنن که این جنبش واقعا صاحبی نداره، واقعا مالکی نداره، تک تک این افرادی که تو این جنبشن مالکش هستن، هیچ گروهی تملک نداره، فکر کنم خیلی از این مشکلات حل میشه. هنوز ما یه مقداری مخالفت هایی که میبینی من احساس میکنم ناشی از اینه که میگن خب چرا اول اصلا با من صحبت نشد، یا چرا میدونی یه بحثای اینطوری، یا چرا فلان کس هستش. ایران اینقدر مشکلاتی داره، باور کنید. آقای مهبودی قبل برنامه داشتیم با هم صحبت میکردیم، دوستی از ایران اومده همین روزها اینجا هستش، میگفت سطل زباله‌ای نیست که یه نفر دو نفر توش خم نشده باشه. میگفت به قدری ناامنی هست که کسی نمیتونه گوشی دستش بگیره تو خیابون راه بره. قتل و جنایت به خاطر دزدی آمارش بسیار بسیار بالا شده. یعنی تو همین آمارهای رسمی که از پزشکی قانونی جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، آمار منازعات و درگیری ها که بالا رفته، هیچ این درگیری ها و منازعاتی که منجر به قتل میشه خیلی زیاد شده. دلیلش همین هست. اینقدر مردم ایران گرفتارن که واقعا نباید ماهایی که بیرون هستیم باز به این فکر کنیم که خب حالا من اول نگفتم دیگه، نه نمیگم، یا چرا به من نگفتن اول. اینها رو به کل باید کنار بگذاریم. اصلا این درد مردم ایران واقعا این نیست. خیلی مردم جلوتر از این چیزا. باید سعی بکنیم که خودمون رو برسونیم به اون مردمی که در ایران هست. آیا میشه
قرار بود دیدار داشته باشید، این از آقای دکتر نقره کار هم پرسیدم، یک دیدار داشته باشید، دیدار یه همایش به اصطلاح مجازی و شاهزاده رضا پهلوی هم درش حضور داشتن، این انجام نشد، عملی نشد. دلالش پرسیدم گفتن فنی بوده. من میخوام ببینم که آیا این جلسه بعد اجرا خواهد شد، یعنی قطعیست اجراش، نظر شما رو جویا بشن ببینیم که این بار چه تعداد آدم های شرکت میکنن، چرای معروف کیا هستن. بله، جلسه قرار بود یک شنبه، نه البته این یک شنبه که دو روز قبل بود، بلکه یک شنبه قبلش برگزار بشه و به یک دلیل فنی که البته میدونید میزبانش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران بود که آقای نوروکار دوستانش اونجا هستن و خود همین هم خیلی قشنگی. ببینید من در ایران وقتی که فعالیتم رو در واقع شروع کردم، ما یک سازمانی رو انداختیم به اسم دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران و شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی در همایش شرکت کنم که میزبانش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران باشه. این یکی از همین قشنگی‌های این کمپین نوه جمهوری اسلامیه که ما رو اینقدر به هم نزدیک کرده. و حالا برگردم به سوال شما، بله اون همایش فقط به دلیل مشکل فنی که دوستان سر همین برنامه زوم که نمیتونستن از اون حد نصاب، صدها نفر پشت در مونده بودن از اون تعدادی از سخنران ها و نتونستم وارد اتاق بشن و به مشکل خورد. ولی دیروز آقای نوروکار دوستانشون دوباره اطلاعیه جدید رو فرستادم و روز یک شنبه اگر اشتباه نکنم 9 می میشه، امیدوارم تاریخ اشتباه، ولی یک شنبه که داره میاد با همون ترتیب سخنران ها جلسه برگزار میشه و البته این بار بدون مشکل فنی و با لحاظ کردن اون ایرادی که و رفع کردن ایرادی که به وجود اومد، همه همون سخنران هستن، خود دکتر نوروکار یکی از به عنوان میزبان و یکی از سخنران ها هستن، آقای پاشا از مشروطه هستن، من در واقع از فرشگرد هستم اونجا حضور دارم، من صحبت میکنم، آقای اسفندیار منفردزاده صحبت میکنن و شاهزاده رضا پهلوی هم پیامی دادن که اونجا بعد در واقع یک به نوعی یک صحبتی با حاضران و اونجا پخش میشه. البته تعداد دیگه از سخنران هم هستن، من امیدوارم، متاسفانه الان حضور ذهن نداشتم و همه رو دیگه یاد نتونستم. ببخشید، آقای واحدیان شاهرودی از ایران، خانم شهلا انتصاری، آقای عبقری، اینا از میام از طیف‌های مختلف اونجا صحبت میکنن در روز. از ایران خانم شهلا انتصاری از ایرانه، آقای واحدیان شاهرودی از ایرانه، ولی خب بقیه دوستان از بیرون از ایران. و آقای امیرتون موضوع سخنرانی ها چیه؟ یعنی حرفایی که دوستان سخنرانی همین همایشی هستش با عنوان نه به جمهوری اسلامی ضرورت همبستگی، بنابراین سخنرانی ها حول همین محور نه به جمهوری اسلامی و همبستگی در بین نیروهای سیاسی و اپوزیسیون و اساسا فراتر از نیروهای سیاسی، من فکر کنم ما نیازمند یک همبستگی ملی هستیم که داره شکل میگیره و حول این موضوع خواهد بود سخنرانی. خب این امکان وجود داره که پیشنهاد تبدیلش به یک تشکل هم داده بشه، یعنی در این مسیر اصلا این جمع حرکت بکنه، یا اینکه نه راجبش فکر نکرد؟ ببینید من بحثای شده، نه اینکه نشده، بحثای شده که این شکل سازمان یافته تری پیدا بکنه و البته میدونید که وقتی که بحث به این سمت بره ممکنه که کمی اختلافات به وجود بیاد بر سر جزئیاتی که معمولا در این ولی به شکلی یه مقدار داره متشکل تر میشه، یعنی اگر حتی یک تشکل جدیدی با نام نگیره سازمان یافته تر خواهد شد. خیلی تشکر میکنم از حضور شما آقای امیرحسین اعتمادی عزیز، تا گفتگوی دیگر. ممنون، خیلی ممنون از شما.